آمدیم به افتتاحیه 3 مرکز پاسپورت که در شهر کابل ساخته میشه. الحمدلله امروز ما شما شاهد آن هستیم که 3 مرکز دیگر در پهلوی مرکز سابق امروز ما شما شاهد افتتاح آن هستیم. موږ مخکې یادونه وکړله چې د پاسپورټ عاجل پاسپورټونه هغه خلک چې عاجل مریضان وي یا ټیکټ کړی وي خارج ته ځي پاسپورټ خرابیږي، دغه ته موږ تقریبا په 2 ساعتو کې هم پاسپورټ ورکړی دی، خو عموما په یوه ورځ کې پاسپورټ ورکوو. که شبانه فرش برده بودن، کمپل برده بودن، اونجا خواب می شدن تا ای که پاسپورت به دست بیارن. باشه مجده سلو بجوره نشی چه دل پاسپورت نه یا بلا غلط استفاده باشه. آقا پا دی معنی بنده چه پاسپورت اخلم خلی ملک ازم افغانستان پریگدم. خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم. آرزو دارم که جور صحتمند و سرحال باشید. دوستان عزیز، سمیه سمیه است. امروز آمدیم به افتتاحیه 3 مرکز پاسپورت که در شهر کابل ساخته میشه. در گذشته ها بیشتر هموطنان ما شکایت از این داشتن که 1 یا 100 دسته رسیدگی صورت نمیگیره. اگر امروز که سال به امسال اینا ثبت نام کنن، به سال آینده پاسپورتشان میبرن که بسیار نگران بودن و دولت همچنان تصمیم گرفته که 3 مرکز ثبت نام و یا مرکز ریاست پاسپورت را در کابل افتتاح کنن. شما بیننده باشین، ما میریم به طرف افتتاحیه را میگیریم. صحبت های بزرگانم می داشته باشیم، نگفتن ما که عبدالسلام حنفی همچنان حضور دارن، ما صحبت های بیشتر می داشته باشیم درباره 3 مرکز پاسپورت، ازشون بیشتر معلومات میگیریم. شما مشاهده میکنین اینم مرکز جدید پاسپورت است که ما بیشتر میریم و شما بیشتر میبخشید، بیشتر بر شما معلومات میتیم و چقدر خوب است که غم پاسپورت هم خورده شد، چون هموطنان بی نهایت اینا مشکلات پاسپورت داشتن. اگر میرفتن که ریاست پاسپورت میرفتن، روزها را تیر میکردن. حتی ما شاهد استیم که شبانه فرش برده بودن، کمپل برده بودن، اونجا خواب میشدن تا ای که پاسپورت به دست بیارن. و انشاءالله 3 مرکز پاسپورت افتتاح میشه. اینم بسیار یک جای عالی بزرگ کلان ساخته شده که به خاطر پاسپورت است و امروز افتتاحیش است. ما یک ذره ازدحام کمتر شد و بر شما بیشتر معلومات میتم که بخش های مختلف دارن اینا. بخش زنانه علایده است جداگانه است و بخش مردانه جداگانه است که من فعلا در بخش مردانه فکر کنم که آمدیم. اینجا بایومتری که بخش مردانه هستن که کاملا آماده هستن، کاملا آماده است و ما میخواییم که مسئولش پیدا کنیم ببینید چقدر منظم اینا نشستن اینجا، که چقدر خوب است که یک حداقل 3 مرکز پاسپورت امروز در کابل ساخته شده. بخش تعرف است و ما میخواییم داخل برویم. این بخش همچنان بر شما معلومات بدم که دقیقا چند میزی اینجا گذاشتن و همچنان بخش تعرفی مرکز پاسپورت است و دل هموطنان ما جمع باشه که میتونن انشاءالله بخیر از این به بعد پاسپورت خودانه به خوبی و به آرامی بگیرن. ما صحبت های می داشته باشم اگرچه اینا همراه ما صحبت کردن نمیتونه طبق پالیسی خود از این مرکز، اما با مسئولش با سخنگوی این مرکز حتما مسئولت های می داشته باشم. فقط خواستم بر شما یک معرفی کلی خودم داشته باشم. کردن دقیقا 12 ماه 11 ماه حتی 1 سال در بر می گرفت. حالا دقیقا چه مدت رو در بر خواهد گرفت تا پاسپورت به دست بیاید؟ مخکې خو دا یقیني خبره ده چې ډېر وخت به پاسپورت ترلاسه کول نیو، اوس به په دې نه وروسته په یوه هفته کې انشاءالله خپل نوبت ورسیږي، خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. از بخش های خانم ها و مردم میشه بیشتر به ما معلومات بده؟ د
زنانه برخه کې موږ دومره ویلې سو چې هغه د لپاره موږ ځان ته خپلې زنانه کارمندان استخدام کړی دي او د هغې له طریقې به دوی راضي او هغه به خدمت کوي هغه به اسناد توې مراحل کوي دی هغه لاره ان شاء الله دوی ته دوی خدمت کوي خپل پاسپورت ترلاسه کوي. کسایی که میخواین پاسپورت مرزی بگیرن دقیقاً چقدر وخت در بر خواهد گرفت تا یک پاسپورت مرزی یا ضروری به دستشان برسه؟ موږ مخکې مې یادونه وکړله چې د پاسپورت عاجل پاسپورټونه هغه خلک چې عاجل مریضان وي یا یې ټیکټ کړی وي خارج ته ځي پاسپورټ یې خرابیږي دغه ته موږ تقریبا په دو ساعتو کې هم پاسپورټ ورکړی دی خو عموما په یوه ورځ کې پاسپورټ ورکوو. بسیار عالی. امروز که افتتاحیه بود کار عملی این سه مراکز دقیقا چه وقت آغاز خواهد شد؟ بروز هفته انشاءالله آغاز میشه. بروز هفته انشاءالله. بسیار عالی. یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. نن الحمدلله د خوښۍ ځای ده چې د اسلامي امارت مشرتابه د خپل ګران او محبوب ملت د اسانتیاو لپاره خپل ټوله توجه ټوله انرژي په دې مصرفوي چې څنګه الله راضي شي او خپل ملت ته اسانتیاوې برابرې شي. د دوی د کوشش په نتیجه کې د دوی د سعی په نتیجه کې او د دوی د ډېرې توجه په نتیجه کې الحمدلله نن موږ په داسې غونډه کې حاضر یو چې خپلو ګرانو محبوبو هېوادوالو ته د پاسپورټ یو جلا څانګه خلاصو. الحمدلله د اسلامي امارت مشران هر وخت هڅه داوي کوشش داوي چې ملت ته اسانتیا رامنځته کړي ملت د مشکلاتو نه وساتي د ځورېده یې وساتي. د هغوی په نتیجه کې نن الحمدلله مرکز کابل کې د پاسپورټ د ریاست درې څانګې خلاصېږي چې په دې څانګه کې به نن الحمدلله رسمن افتتاح کیږي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضار محترم برادران نهاية عزيز حياة رهبري وزارة محترم داخلة کارکنان و منصوبین ریاست محترم پاسپورت جورنالیستان عزیز سامعین گرامی همه حاضرین در تالار السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نخست جا دارد به مناسبت افتتاح مراکز جدید برای توزیع پاسپورت از هیئت رهبری محترم وزارت امور داخله و از مسئولین ریاست محترم پاسپورت و از هیئت خاصی که به خاطر تشخیص و برابر ساختن این امکانات از مسئولین بلندپایه امارات اسلامی افغانستان توظیف شده بودند از صمیم قلب تشکری نمایم. هموطنان عزیز، امارت اسلامی افغانستان متعهد است در چوکات نظام اسلامی برای تک تک و فرد فرد ملت مظلوم خود خدمات بهتر و شایسته را ارائه نماید. از آن جمله یک مسئله داشتن پاسپورت برای هر فرد از هموطنان عزیز ما بود. متاسفانه از سابق به سطح افغانستان یک مرکز وجود داشت، در مرکز تا اینکه
پاسپورت برای هموطنان عزیز ما ارائه شود. البته از طریق مراکز ولایات هم در اونجا ثبت نام صورت میگیرد. البته کتابچه پاسپورت، توزیع پاسپورت به سطح مرکز صرف از یک مرکز صورت میگرفت. در این راستا هموطنان عزیز ما یک اندازه به مشکلات مواجه بودند. هفته ها بعض وقتا ماه ها طول میکشید تا اینکه کسی به یک پاسپورت دسترسی داشته باشد. در اوایل البته بعض مشکلات تکنیکی دیگر هم در وجود داشت، کمبود کتابچه. الحمدلله برای فعلا مشکلات دیگر حل شده است و مشکل دیگر قلت مرکز و صرف یک مرکز بود. در اینجا مراجعین زیاد بودند و یا مریضا یا دیگر کسایی که میخواستند در بیرون بروند به خاطر سیاحت، به خاطر تجارت و به خاطر دیگر ضرورات دیگر، و مرکز واحد کفایت نمیکرد. در راستا مسئولین هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که در راستا باید دیگر مراکز هم ایجاد شود. الحمدلله امروز ما شما شاهد آن هستیم که سه مرکز دیگر در پهلوی مرکز سابق، امروز ما شما شاهد افتتاح آن هستیم. در اینجا انشاءالله در این مراکز هم سهولت هایی که برای ارائه پاسپورت، برای توزیع پاسپورت ضرورت بود در نظر گرفته شده است. مثل که جناب مولا آصف صاحب قبلا فرمودند، برای همه، هم برای برادران و هم برای خواهرها مراکز جاهای علایده، همه سهولت هایی که ضرورت است، حتی مساجد و دیگر ضرورت ها در نظر گرفته شده است. انشاءالله در آینده در داخل یک هفته امیدواری است که برای هر کس، کسایی که تقاضای پاسپورت می کنند و پاسپورت برای آنها برسد. انشاءالله در رابطه با مولای سیب صاحب گفتن که یک غرفه از افغانستان بانک در اینجا ایجاد شود، انشاءالله در این مشکل هم حل می سازیم. خدا خواسته بود انشاءالله در آینده هیچ یکی از هموطنان عزیز ما برای گرفتن پاسپورت مشکل نخواهد داشت. اگر ضرورت بود انشاءالله دیگر مراکز بیشتر هم ایجاد خواهیم کرد. انشاءالله همه مسئولین امارات اسلامی افغانستان برای ارائه خدمات بهتر و تسهیل برای هموطنان عزیز ما در شعبات مختلف، در امورات مختلف انشاءالله متعهد است. ما کوشش میکنیم که هر فرد هموطنان ما با خدمات بهتر و خوبتر دسترسی داشته باشند. در این راستا انشاءالله همه مسئولین امارات اسلامی افغانستان متعهد است. در آینده هم انشاءالله ما احساس کنیم در هر بخش، اگر احساس مشکل کنیم انشاءالله در اون بخش کوشش میکنیم که مشکل حل شود و خدمات بهتر برای همشهریان عزیز ارائه گردد. زیادتر وقتتان نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په ټولو برخو کې د ولس او د ملت خدمت وکړو، هغې ته رسیدګي وکړو، او انشاءالله چې د موږ مشران او کشران دا عزم لري او دا یې په تجربه ښودلې ده. پاسپورت ورکول د هر افغان حق دی. هر څوک چې د افغانستان طبیعت ولري، پاسپورت ورکول د هغوی حق دی. که چېرته خدای نخواسته موږ په دې کې سستیا وکړو، ناغړي وکړو، خدای نخواسته بیا به موږ د خلکو په حق باندې پیږي. خو البته د جناب حنیفي صاحب د بیان په دوران کې یوه خبره رایاد شوه. د موږ خوا ته یو متل دی، ونه وایي ونه وایي، که د تبر لاس دی د ما د خپله لاسه نه وایي، زه به نن نه شاید نه لنډېدی. ورونو، دغه پاسپورت ورکړه کې چې امارت همکاري کوي، دا په دې خاطر باندې چې خدای نخواسته
یو ضرورت دی دی مرز دی نجوڑی پا خاطر باندی پیدا سو خریشتا بلا لار نلاری چه پاسپورت کو نلار او خدای دیو کی چه اللہ دی حرمین و شریفین و دی تک توفیق در کی مجبور یه چه پاسپورت کو نلار خوچ دا سلو بجوڑ نشی چه دیگه پاسپورت نا یا بلا غلط استفاده باشی اغا پا دی معنی باندی چه پاسپورت اخلم خل ملک ازم افغانستان پرگدم سبب دی معلوم نده، علت دی معلوم نده، ضرورت دی معلوم نده که دیشی ایوازی پی ایوازی تک چرتا یو علیم وی، یو انجینر وی، یو متبخیر وی دا ملک و خاور تا تا ضرورت لری او تا دا خاور دی غربت دی قهت الرجا سر مخمخ کوی نو چیر نا خدای نخواستم چی با دی عمل دی علا تعالی بیا ونیسی او بیا خدای نخواستم مگم با دی گناه گذر سر شریک شد زکا دنیا خو نگواری آخو واری چی چوم را علمی کدرو ندی چوم را خلق دی چی دی افغانستان نیو بسرشی خپلا غلط استفاده دی وی نوکی غلط استخدام کی او دنیا تا امرت دا وکی چی دی امارت نا خلق پا تکت دیار تا خلق وقت نتیره نورو را پاسپورت دی که اخیستو علا تلا دی برکت بیغی که در تواشوی او خدای دو وکی چی پسا ملار باندی دیغی نا استفاده وکی او دا پاسپورت یا پتا بما باندی بیرتا حجت نشی بلکه دموگ دی پارا یا حجت جور شی دا بگاه همچا خبره کولا دی سوریان تقریبا سالور و پینزنه که خلق هاگه علمی کدرونه چه آلتا اروپایی ملکونه اغیط ضرورت داری اغای و بسری دی آلتا نقر کری دی سوریه یتیم اپنی خداری دا دی افغانستان نهم تاست تجربه وشوا پا دی درهی کالونو که پا زرگون و لکون خلق دا علمی کدرونه خلق و دی مگنه و تختوال یقوی کل اختتاف کرد دی دی پارا چه افغانستان تل تر تل محتاج وقتی خدای نخواست نورم کوی نورم دا کوشش کوی غرض مداد ورونو خبر نوگدو دی جناب حسیب سیب پر اتک سر یقینا چی پا پاسپورت کی خی درار غلی دا خی نظم را غلی دا او حق سا چی پا خواب کل نکل مگوری دل اغا شکیتون هم انشاءالله حل شوی دی دی اغوی مخ هم نیول شوی دا و بیا هم خدای نخواسته دا سنگ دی دی پا خاطر باندی خلاصیگی چی دی فساد مخوانی ورشی دی خیانت مخوانی ورشی و سم بعضی خلق کشش کوی چی او چا تا اوی پا دو سوا یا دری سوا یا پینجه سوا دلار باندی تا تا پاسپورت را اخلق حتی دی مونگ نبازی خلقو زای پا زای خطون اخیستی دی اگوی نهی غلط استفاده کرده نو که دا سنگ دیره شی دی پاسپورتونو توضیح دیره شی اللہ تعالی دی دی خیر دیره کی ولست با هم مشکلات نوی مکت با هم مشکلات نوی دی فساد و دی خیانت او دی این واسط بازه مخا با هم نیول شوی وی خدای تعالی دی دی افغانستان پو دین و دنیا دوارو آباد کی او اللہ دی مکتا توفیق دی دی را کی چی دی خلق و خدمت وکو و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین ورونو د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د خپلو نورو اړوندو خدمتونو تر څنګ هیوادوالو ته د پاسپورت سهولیت میسر کړي. لکه محترمو وینا کوونکو چې وویلو د پاسپورت اخیستل د هر افغان وګړي حق ده. په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت هم د مرکز په سطحه باندې او هم د ولایاتو په سطحه باندې خپل ټول امکانات په کار اچولی دي چې درنو هیوادوالو ته دغه سهولیت نور هم په ښه اسانه توګه میسر شي. همدغه نننی مجلس هم په دې خاطر باندې دایر شوی ده چې د دریو نورو څانګو د پرانیستنې په اړه باندې موږ تاسې سره راټول شو.
دی پاسپورت اوسنی مرکز دی موقعیت له لحاظ په ډیر تنگ ځای کې ده. دا ضرورت پیدا شو چې د ناروغانو لپاره د کمزورو لپاره یو بل بدیل هم ځای ولرو تر څو هغوی د پاسپورټ په ترلاسه کولو کې د مشکل مخ نه شي. د پاسپورټ ترلاسه کول لکه موږ شو د هر چا حق ده. په دې کې اسلامي امارت د هر چا لپاره که هغه تجاران دی، که هغه محصلین دی، او که حجاج کرام دی، او که نور څوک دی، دا ضرورتونه یې په خپل وخت باندې ورته رفع کړي دي. په دې کې د افغان پوست ادارې د پاسپورټ له ادارې سره ډېره مرسته کړې ده، زموږ یې ډېر منندوی. د افغان پوست ادارې تر اوسه پورې دا سهولیت هم د هیواد د سوداګرو تجارو محترمو لپاره دا سهولیت میسر کړی ده چې د هغوی کور ته تقریبا پاسپورټ ور ورسوي. د کورنیو چارو وزارت په تېره د پاسپورټ اداره غواړي چې دغه اسانتیا تر حد د خپل حد تر امکانه پورې د نورو هیوادوالو لپاره هم که هغه ناروغان دي یا محصلین دي یا استادان دي او یا نور محترم هیوادوال چې غواړي د پاسپورټ ترلاسه کړي دغه سهولیت چې کور ته د افغان پوست په مرسته باندې د هغوی په کور کې ترلاسه کړي. خب دوستان نهایت عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنین مرکز جدید پاسپورت در ساحه دالمان است. دقیقا تنها در ساحه دالمان ساخته نشده، بلکه در 3 ساحه مختلف شهر کابل ریاست پاسپورت ساخته شده. چقدر خوب است که مرکز پاسپورت ساخته شده و ای که بیشتر هموطنان ما نگران بودن و میگفتن که ما پاسپورت نداریم، وقتی که میریم اون پاسپورت ما مدت 1 سال را در بر میگیره تا ما پاسپورت به دست بیاریم. امروز هم آمدیم و افتتاحیه سی مرکز پاسپورت بود. خدا کنه مرد دیگه شما قرار گرفته باشه. از شما ها تقاضا میکنیم بینیده برنامه های وطن دار پلاس باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت های زیبا بنویسین که ما همیشه تشویق شیم بهترین ها را تقدیم کنیم. تا برنامه بعدی که ما در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدای یکتا بسپارم.